که اصل هست برای نه من که کورت هستم، برای همه موزیسین ها، و ما تجربه هم نشان داده در عرض 20 سال اخیر هم که حتی 30 سال اخیر که موزیسین های موفق بودن که حتی اگر کردم نبودن ولی از فرهنگ کرد استفاده کردن، از حس ساز و حماسه کرد استفاده کردن. و خود منم اون بخشی که در موسیقی سنتی احساس میکنم حقیرانه است یا خیلی تو سری خورده است، باز اینا رو اگر یک با یک لحن که به اصطلاح حماسه‌وار، حماسش بیشتره و یه مقدار فاخرتره، سرفرازتره، اگر از این استفاده کردم فکر میکنم همه اینها رو در سایه فرهنگ کرد و موسیقی کرد به دست آوردم. و خود گروهی هم که ما چندین سال با هم کار میکنیم همه یک ذهنیت واقعا کلی که میدونن که چه بخشایی از فرهنگ ایران هست دست نخورده تره، میدونن که فرهنگ کرد دست نخورده است، به خاطر اینکه قوم کرد سالها به خاطر شرافتش، به خاطر طرز فکر سطح بالاش، به هر حال مبارزه کرده، در نتیجه دست نخورده تر مونده. و ما هم تا اونجا که امکانش هست حتی در زمین موسیقی سنتی از حسهای حماسی فرهنگ کرد استفاده کردیم و خواهیم هم کرد. در نتیجه این یک توضیح مختصری بود در مورد کار که دلم میخواد که در یک جایی، در یک دانشگاه، یک محلی ما ها جمع بشیم و واقعا بتونیم در مورد موسیقی خودمون صحبت بکنیم و پاسخگوی جواب سوالهای شما باشیم. ولی خب اینجور فرصتی و تالا وجود نیومده، به همین قد من بسنده میکنم و خیلی متشکرم از اینکه تعامل کردین که در برنامه موسیقی به سخنرانی گوش کردین. متشکرم.